سلام گرم به شما عزیزان محترم نوید محمدزاده هستم با یه برنامه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون در این برنامه میخوایم راجع به بیماری MS یا مالتیپل صحبت کنیم که متاسفانه در طی سالهای اخیر افراد زیادی از این بیماری رنج میبرن و تا جایی که آمار و ارقام نشون میده رو به پیشرفت هست و تعداد زیادی از این بیماری رنج میبرند اول از همه میخوایم ببینیم که MS یا مالتیپل چی هست و چه اثراتی داره روی شخص و سیمتوم ها و نشانه های اولیه اون چیست برای اینکه این بیماری رو یکم خوب بشناسیم با یه مقدار به آناتومی مغز و سیستم مغز اعصاب داخلی بپردازیم در واقع سنترال نرو سیستم که بتونیم متوجه بشیم چرا این بیماری ایجاد میشه و اثراتش رو بدن چی هست اگه شما مغز رو در نظر بگیرید مثل یک شبکه خیلی پیچیده یه سری کابل ها و منشابات جانبی از این میاد به پایین که از طریق در واقع سپاینال ورتبرا یا ستون فقرات یا همون نخا میره و از هر سطحی از این ستون فقرات یه سری عصب ها که همون کابل ها در واقع میتونیم در نظر بگیریم میرن به قسمت های مختلف بدن و تمام سیستم های داخلی و بیرونی و مایچه و ارگان های داخلی تمام بدن و اینا پیام میبرن و پیام میارن و دوباره به مغز که ما بتونیم کارهای مختلف روزانه را انجام بدیم خب پس این بیماری جز بیماری های نورولوژی هست و به این دلیل پیش میاد که متاسفانه سیستم ایمنی بدن به خود بافت از بدن حمله میکنه و ایجاد بیماری میکنه و این به این طریقه که ببینید همون مغز باز در نظر بگیرید از یه سری رگ خیلی زیادی ساخته شده و این رگ تمام سلول های مغز رو در واقع خون رسانی میکنن چون اینا به اکسیژن خیلی زیادی نیاز دارن و بیشترین سیستم رگ ها رو ما تو مغز خیلی کامل ترین سیستم رو تو مغز داریم در واقع از نظر گردش خونی و در جداره این رگی که داخل مغز غذا میرسونه و اکسیژن میرسونه یه بافت خیلی خاصی داریم که این از ورود و خروج یه سری مواد به داخل سلول های مغزی جلوگیری میکنه یا کنترل میکنه میتونیم بگیم در واقع ورود و خروج هر مواد داخل خون رو به داخل سلول های مغزی و این به این نحوه که این سیستم خیلی مکانیزم خوبیه و میشناسه مواد خوب و موادی که لازمان برای سلول های مغزی از جمله اکسیژن و مواد غذایی و از ورود یه سری سلول های دیگه یا ویروس های دیگه یا میکروب های دیگه جلوگیری میکنه به داخل مغز منتها در یه سری مواقع متاسفانه این رگ هایی که خون به سلول های مغز میرسنن اون جداره مخصوصی که الان ازش صحبت کردم آسیب پیدا میکنه و یه سری از سلول های دستگاه ایمنی ما که خیلی خودش باز دستگاه پیچیده و منظمیه وارد از در واقع از این جداره میگذرن و وارد قسمت سلول های مغز میشن خب حالا باز خود مغز ما از دو لایه تشکیل شده یکی لایه بیرونی که گری متر میگن در واقع رنگ خاکستری بخش خاکستری که قسمت بیرونی دیواره مغزه و این قسمت داخلی که وایت متر میگن در واقع از همین اسمشون هم مشخص بخش خاکستری و بخش سفید که این سلول های مغز در واقع یا بافت مغز از حدود 86 بیلیون سلول عصبی ساخته شده مغز ما از دو قسمت ساخته شده یکی بخش خاکستری که اون بخش بیرونی مغزه و دیگری بخش داخلی یا بخش سفید در واقع بافت سفید این سلول های عصبی که یک بدنه سلولی داره و یک شاخه عصبی که به اون وصله به طوری قرار گرفتن که بخش خاکستری شامل این بدنه اصلی سلول عصبی است و بخش سفید یا اون وایت ماتر از این ادامه سلول های عصبی ساخته شده برگردیم اگه به اون قسمت خون رسانی مغز نگاه کنیم متوجه میشیم که در یه سری از مواقع متاسفانه به یه دلایلی که شناخته شده نیست این سلول های سیستم ایمنی ای که شامل سلول های تی و بی و غیره هست از این جداره دیواری رگ میگذرن و وارد مغز میشن وقتی که وارد اون شدن یه بافتی تو این شاخه از این سلول عصبی هست به اسم میلین که اینو میخورن و با ترشه یه سری مواد زائد در کنار این باعث در واقع ضعیف شدن و ایجاد زایعه در این بافت میلین در واقع سلول عصبی میشن که در نهایت بستگی به این که این زایعه در کدام قسمت مغز ایجاد شده باشه یه سری سیمتوم ها و نشانه های خاصی از این بیماری را تو هر نفر میبینیم و آناتومی کلی این بیماری اینه که پس یه سری از سلول های دستگاه ایمنی ما وارد بافت عصبی میشن و با حمله به سلول های بدن که همون سلول بافت عصبی هستن اینها رو دوچار ضایعه میکنن ولی از یه طرف چون تو سیستم مغزی ما یک سیستم دیگه ای هست که خود ترمیمی داره در واقع این سلول های مغزی میان دوباره ترمیم میشن ولی باز سلول های دستگاه ایمنی حمله میکنن و این به صورت پریود هی تکرار میشه به همین دلیل تو مریضی ام اس میبینیم که یه نفر برای مدت سه تا چند هفته بیماریش عود میکنه و بعد دوباره با ترمیم سلول های مغزی که خود سیستم مغز انجام میده دوباره اثرات کمتر میشه در واقع بافت میلینی که صحبت کردم ترمیم میشه و اثرات کمتر میشن حالا همونجور که گفتم بستگی به این که این زایعه مغزی کجای مرض قرار گرفته باشه میتونه اثرات مختلفی هم داشته باشه که نشونه های کلی این بیماری میتونن از علائم بینایی میتونه قسمتی که با بینایی ما کار میکنه زای پیدا کنه یا تو دستگاه حرکتی یا تو دستگاه حسی ما یا تو دستگاه ها و ارگان های داخلی میتونه اثرات رو بذاره تو سیستم مایچه و استخون و مفصل و در واقع بنا به قسمتی که اون زایه تو مغز ما هست میتونه اثرات خاصی روی شخص بذاره و معمولا تو دو سه جا میتونه این زایه پیش بیاد که اثراتش خیلی بیشتر میشن از همه حرکات روزانه شما میتونید از راه رفتن، حرکت کردن، پا شدن، نشستن، غذا خوردن، بینایی، شنوایی و از همه مهمتر دو تا اثرات جانبی دیگه که داره تو قسمت شناخت و در واقع کاگنیتیو میگن اون سیستم هوشیاری و فکر ما تاثیر بذاره و یا رو قسمت اموشن یا احساسات مریض اثر بذاره پس بنا به قسمتی از مغز که زایع ایجاد شده اثراتش میتونه خیلی مختلف باشه و خیلی زیاد و یا تو یکی دو سه جا این اثرات همزمان روی شخص مسائل و مشکلات زیادی را ایجاد بکنن خب همجوری که گفتم این بیماری در طی این چند ده سال رو به پیشرفته و دلیل اصلی این بیماری هنوز شناخته شده نیست یه سری عوامل ژنتیکی روش مؤثر بدون تردید یه سری عوامل خارجی از جمله نحوه زندگی که همون لایف استایل یا زندگی سالم میتونه مؤثر باشه نحوه تغذیه نحوه استراحت نحوه کار من تا اینا به اون شدت از نظر تحیقات ثابت نشده ولی یه سری تحقیقات خیلی جدیدی رو این به شدت دارن کار میکنن از جمله یکی از تحقیقات خیلی خوبی که تو این یکی دو سال اخیر روش کار میکنن اینه که متوجه بشن، متفجع شدن بچه هایی که تو سنین نوزادی تا دو سالگی با بچه های همسن سالشون بیشتر بازی کردن و بیشتر در تماس بودن ریسک اینی که MS بگیرن در جوانی و نوجوانی خیلی کمتره. شروع سن این بیماری هم مختلف معمولا از نوجوانی میتونه شروع بشه تا سی چل سالگی و متاسفانه هیچ دلیل خاصی هنوز برای این پیدا نکردن و مهمتر از همه اینه که این بیماری زندگی شخص کاملا دگرگون میکنه از پا میاندازه طرف و, و اثرات روحی و فیزیکی خیلی شدیدی رو فرد میذاره من از شما جدا خواهش میکنم اگه خودتون یا اطرافیانتون این بیماری را دارین حتما و حتما اینو جدی بگیرید و از همه مهمتر با پیش دکتر برین که اول ارزیابی و تشخیص بیماری بشین چون این بیماری یه سری از حرکت ها و فعالیت های روزانه و صحبت کردن و هوش و حافظه و اینا رو تحت تاثیر قرار میذاره میتونه با یه سری بیماری های دیگه در واقع تطابق پیدا بکنه و تشخیص اشتباه داده بشه به همین دلیل تشخیصش خیلی مهمه که بهترین راه تشخیص هم در واقع همون امارای مغز هست که نشون میده محل زایعات مغزی را خب حالا این بخش آناتومیه و نشونه های این بیماری بود که خدمتون ارز کردم و در ادامه میخوام به این بحث بپردازیم که یه نفر با بیماری MS چجوری با کمترین مشکلات زندگی بکنه همجوری که گفتم این بیماری حالت پریودی داره یه چند روز تا دو سه هفته خیلی شدید میتونه بشه یه مدت دوباره به حالت خیلی ضعیف برمیگرده و شخص میتونه تقریبا اثرات خیلی کمی یا هیچ اثراتی از این نداشته باشه ولی متاسفانه در تو دراز مدت در واقع میتونیم بگیم که این بیماری بدتر و بدتر میشه در واقع حالت زیگزاگی شروع میشه ولی در این حال اگه به این محور XY نگاه کنیم این زیگزالا در این حال که میرن جلو در این حال بالاتر میرن که میتونیم به این به طور خلاصه اینجوری بگم که این بیماری در طی سالیان سال مرتب بدتر میشه و متاسفانه هیچ راه درمان قطعی تا حالا براش پیدا نکردن یه سری راه های تجویز دارو و غیره هست که تأثیراتی داره ولی نه به اون صورت و به همین دلیل مهمترین بخش اصلی در این بیماری روش ها و درمان های فیزیوتراپی هست و اگه شخص فیزیوتراپی داشته باشه و تحت نظر و درمان فیزیوتراپیست مجرب باشه میتونه با این مسائل خیلی به راحتی کنار بیاد فیزیوتراپیست هم چیکار میکنه مثل تمام بیماری های دیگه اول اینو ارزیابی میکنه شرایط خانوادگی، سنی، کاری و تمام مسائل جانبی شخص رو در نظر میگیره و از همه مهمتر به در واقع محدودیت های فیزیکی و کاری یا فعالیت‌های های روزانه شخص نگاه میکنه که ببینه آیا این را رفتنش خیلی تحت تاثیر قرار گرفته یا به عنوان مثال غذا خوردنش یا هوش و حافظش و یا کدوم قسمتش بیشتر مشکل داره که رو اونا بیشتر کار بکنه و کار فیزیوتراپیست و یا درمان فیزیوتراپیست به این صورته که بعد این ارزیابی دقیق میاد یه سری برنامه ریزی میکنه و این فیزیوتراپی متاسفانه بایستی طولانی مدت باشه و شخص دو سه دفعه در هفته درمانهای فیزیوتراپی را داشته باشه که بتونه با کمترین مشکلی زندگیش ادامه بده در اینجا با هم بریم یک قسمت کوتاهی از یک کلیپ ورزش های فیزیوتراپی برای ام اس رو نگاه بکنیم در نظر داشته باشیم که هر شخصی و هر بیماری با اون یکی دیگه فرق میکنه و اینا یه چیز کلی هست که من نشون میدم به همین دلیل من توصیه میکنم که باید پیش فیزیوتراپیستتون برین تا برنامه خاصی برای شخص خاصی طراحی بشه و بر مبنای اون جلو برن خب با این فیلم همینجوری که میبینید الان روی یک جیم بال یا سویس بال میگن روی یکی از این توپ های بزرگ میشینید خود نشستن روی این توپ باعث میشه که شما تمام مایچه ها و مفاصل دور کمر و باسنتون رو تقویت بکنید و در تمام مدتی که شما روی این توپ نشستین این مایچه ها و مفاصل در حال تقویت شدن هستند و اگه بخواین اونو کامل ترش بکنید میایید یه سری ورزش های دیگه هم بهش اضافه میکنید مثل اینکه یک کشو به دوره میله میبندین از این کشا خیلی کارای خوبی داره برای اشخاص MS چون میتونید شدت مقاومت کشو با کم و زیاد کردن طول اون تغییر بدین و کسی که خیلی ضعیفه یا در حال شروع کشو طولانی تر میگیره وقتی قوی تر شد هی کشو میاره نزدیک تر این تمرین ها خیلی وسیع و به عنوان مثال اینو میتونید شما اگه توپ هم نداشتین روی ویلچرتون انجام بدین یا روی تختتون انجام بدین یا سر پا انجام بدین اگه میتونید که اثرات خیلی خوبی داره چون مشخصات MS اینان که مایچه ها حالت خشکی میگیرن استیف میشن در واقع نامنس یا بیهسی تو دست و اعضای دیگه بدن پیش میاد حالت مورمور مور شدن سوزن سوزن شدن شما خواهید داشت و اثرات خیلی دیگه و تمام اینا با هم دیگه باعث درد زیاد میشن و اگه اطرافیان یا آشنایی دیده باشیم با مریضی هم. اسم اس میبینید که اینا برای پا شدن از روی تخت و اومدن رسیدن به ویلچرشون چقدر زمان نیاز دارن و با چه سختی باید خودشون رو جابجا بکنن و مسائل دیگه ای که شما در موقع فیزیوتراپی باش برخورد کرد مسائل راجبه به بالانس و کوردینیشن شماست چون این افراد مشکل بالانس هم دارن به همین لحاظ فیزیوتراپیست رو بالانس شما خیلی کار میکنه و تمرینات خاصی برای بالانس شما انجام میده و تمام اینا خیلی خوب و مؤثر هستند چون ورزش همونجوری که قبلا گفتم در اکثر مواقع جواب میده و یکی از فواید ورزش برای افراد یا مریضی های MS اینه که اون فلکسیبیلیتی بافتا زیاد میشه و اون درد و استیفنس یا خشکی بافتا کم میشه به همین دلیل من بازم توصیه میکنم که کسی که MS داره باید حتما و حتما تحت مداوم مرتب فیزیوتراپیست باشه و بازم تأکید میکنم که اگه رفتیم پیش فیزیوتراپیستی داخل ایران و دیدیم که اون دستگاه الکتروتراپی یا برق به شما وز کرد از همونجا بهش بگین و نرید این دستگاه کاری نمیکنه برای شما چون مشکل اصلی داخل سلول های مغزی شماست یا ستون فقرات شما و ورزشی که جواب میده ورزشی که اون در واقع فلکسیبیلیتی یا انعطاف پذیری مایچه ها و بافتاتون رو زیاد میکنه و قدرت اونا رو میبره بالا و در نهایت شما میتونید تو اون دوره ای که عود بیماری شماست کمترین درد داشته باشین و بتونین بهترین فعالیت های روزانهتون انجام بدین این بیماری با تمام این سختی ها و مسائلی که داره دلیل برای نیست که شخص خونگیر بشه افراد خیلی زیادی با ام اومدن به نتایج خیلی خوبی دست یافتم با ورزش و مدیریت درست و در اینجا یک کلیپ کوتاه براتون نشون میدم که نشون میده یه دختر نوجوان اومده و چجوری برای این بیماری غلبه کرده و حتی در دو میدان قهرمانم میشه و حتی موقعی که به خط پایان میرسه اگه دوستان صدای این ویدیو رو دقیقه پخش کنن ممنون میشم نشون میده که این دختر در عین حالی که به خط پایان میرسه از درد پا میناله و میگه من پاهامو حس نمیکنم هیچ حسی ندارم تو پاهام پاهام اصلا نیستن انگار تو بدنم ولی با این حال به این مقام ها میرسه و تونسته که بر این بیماری به این خوبی قلبه کنه افراد زیادی هستن مخصوصا تو کشورهای اروپایی که به اینا توجه زیادی میشه تقریبا میتونه بگی با این بیماری به راحتی کنار میان و زندگیشون رو مرتب انجام میدن اینجا میبینید که مسابقه دو میده اون دختره با تیشرت زرد و نشون داده no. که چجوری میتونیم با این بیماری مقابله کنه این well. در واقع برای تمام بیماری ها اینجوریه اگه شما با بیماری نتونین کنار بیاین در واقع نتونین از نظر روحی بیماری را شکست بدین باختین همه چی را و اگه برعکس کسی باشه که از جمله بازم فیزیوتراپیست کمک خیلی شایانی بهتون میکنه که بتونید برای این احساسات غلبه بکنید بر اهمیت به اهمیت ورزش ها پی ببرید و بتونید مقاومت بدنتون رو ببرید بالا ببینید اینجا به خط پایان میرسه این باعث میشه که شما در کل با این بیماری خیلی راحت کنار بیاین و بتونید که در این حال که این بیماری رو دارین به بهترین وجه زندگی کنید در مقابلش اگه به فیزیوتراپی اهمیت ندین به ورزش ها و سلامتی اهمیت ندین در نهایت شما یه بیماری هستین که روی تخت راست کشیدین و حتی برای کارهای ضروری روزانه هم ناچار کسی کمک بکنه به شما حتی برای دستشوی رفتن برای همون رفتن تمام اینا اینقدر به جاهای وخیم میرسه که شما به کمک یه نفر دیگه نیاز دارین ولی همونجوری که توضیح دادم با انجام و داشتن فیزیوتراپی در زمان طولانی مدت میتونید خیلی راحت با این بیماریتون کنار بیاین خوب نمیکنه این بیماری را فیزیوتراپی در واقع این بیماری خوب شدنی نیست متاسفانه ولی همونجوری که بارها گفتم مهم اینه که شما در عین حالی که یک بیماری رو دارین بتونید کمترین اثرات اون رو تو زندگیتون حس بکنید به جای اینکه زمینگیر باشین و رو تخت راز بکشین و یه نفر قضا دهنتون بذاره چون اثرات این بیماری خیلی زیاده حتی قورت دادن غذا برای یه سری افراد سخت میشه شما میتونید راه دیگه رو انتخاب بکنید که شامل فیزیوتراپی و درمانهای ورزشی فیزیوتراپی است و کمترین اثرات تو زندگیتون حس بکنید از همه مهمتر اثرات خوبی که فیزیوتراپی برای این بیماری داره اینه که با مهد... کمتر کردن این محدودیت های فیزیکی شما تو جامعه خواهیم بود شما به کارتون میتونه ادامه بدین شما به درستون میتونه ادامه بدین و اثرات روحی و روانی خیلی کمی برای شما داره چون وقتی که شما در عین حالی که ام اس بتونید به دانشگاهتون برید خب این در نهایت باعث میشه که کمتر روی این بیماری تمرکز بکنید کمتر به این بیماری فکر بکنید و به مسائل دیگه زندگیتون بپردازین به, به کارتون به درستون به فعالیت های تفریحیتون و اینو در نهایت اینجوری بگم که داشتن بیماری MS دلیل بر محدودیت های کامل فیزیکی و روحی نیست و نبایستی باشه و یکی از مشاقل خوبی که میتونه در کنار مشاغل یا پروفشن های دیگه مدیسن یا پزشکی به تو کمک بکنه فیزیوتراپی هست در واقع بهترین راه درمان و ریهب این بیماری مالتی دیسپلینری تیم در واقع همکاری بین شغل های مختلف پزشکی هست که بتونن بهترین نتیجه را بهتون ارائه بدن از دکتر بگیر تا نورولوژیست تا شنوایی تا اسپیچ تراپیست تا اکوپیشنال تراپیست شغل های مختلفی تو این بیماری بهتون کمک میکنن و شما با بهترین و کمترین درد ببخشید با کمترین درد و ناراحتی به این بیماری کنار بیاین به آخر برنامه رسیدیم شما را به خدا میسپارم در ایام کریسمس هستیم سال نو مسیحی را به همه هموطنان مسیحی تبریک میگم ایام و روزگار خوش تا برنامه بعد خدا نگهدار